خب بینندگان گرامی، تا لحظاتی دیگه همکارم مسعود پیرنیا گزارشی رو از روزنامه حکومتی امروز تقدیم حضورتون میکنه. با سلام به بینندگان عزیز و درود به همه قیام آفرینان قهرمان. روزنامه حکومتی امروز 6 اسفند مهمترین عنوانهای خودشون رو به جنگ باندی اختصاص دادند. روزنامه باند روحانی نامنگاری احمدی نژاد به خامنه ای رو مطرح کردند و روزنامه های باند ولی فقیه ارتجا حمله به حرفای روحانی و برجام و FATF رو تیترهای عمده خودشون کردند. ولی مضمون مشترک روزنامه های هر دو باند خط و نشون کشیدن های به اصطلاح دادستان تهران برای مردم و جوانان قیام آفرین تحت عنوان اغتشاشگر. آرمان: براءت حامیان احمدی نژاد کافی نیست. آرمان: از سوی محمد رضا با هنر مطرح شد. دستگیری احتمالی احمدی نژاد. ابرار: هاشمی شاهرودی: شاهد رفتار غیرقانونی کسانی هستیم که در کشور مسئولیت داشتند. ایران: روحانی: نباید به دانشگاهیان مشکوک بود. کیهان: اساتید مورد احترامند. جلوی جولان جاسوس ها را بگیرید. جوان: نظریه پراکنی علمی در فضای مشکلات عینی. روزان: روحانی: علم علم است و به نوع ایدئولوژی وصل نمی شود. وطن امروز: FATF ایران را از لیست سیاه خارج نکرد. گروه ویژه اقدام مالی خدمات دهی به دولت ایران را مشروط به قطع ارتباط مالی و بانکی با وزارت دفاع، سپاه پاسداران، حزب الله لبنان، چند شرکت هواپیمایی و دیگر گروه‌های مقاومت، منظورش گروه‌های تروریستی مثل اصحاب اهل حق و به قول معروف هشت شعبیه عراق و بقیه گروه‌های دیگه مثل حوثی هستند، به دلیل اقدامات تروریستی اعلام کرده است. FATF مرجع شناسایی تروریست را SDN لیست یا همان لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار داده است. دولت ایران برای پیوستن به این کارگروه ضمن تحریم کامل خدمات بانکی به گروه‌های مقاومت باید تمام اموال آنها را توقیف و مصادره کند و حتی تنبیه مقتضی را برای اقدامات تروریستی در نظر بگیرد. در جدیدترین گزارش گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF، اقدامات صورت گرفته توسط دولت ایران در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ناکافی ارزیابی شده و به همین دلیل اقدامات متقابل این گروه نسبت به ایران تا 3 ماه آینده به صورت تعلیق درآمده است. اما انزوای منطقی و جهانی رژیم مضمون بسیاری از تیترهای روزنامه‌های امروز. آفتاب یزد: سیگنال های منفی از سرزمین یخی. همزمان با موضع‌گیری های شاذ مسئولان روسی در مورد ایران، نظرسنجی ها حاکی از آن است که مردم این کشور نیز چندان مایل به همکاری مسکو و تهران نیستند. اعتماد: آمریکا برای حضور دائمی در عراق و سوریه برنامه ریزی می کند. پیش به سوی جنگ. اعتماد: مسائلی مانند تقویت حزب الله لبنان و حضور ایران در سوریه از جمله مسائلی است که واشنگتن قصد دارد برخی از خواسته های اسرائیل را در این زمینه عملی کند. در این میان عربستان سعودی متحد آمریکا در خاورمیانه هم به شدت از این موضوع حمایت می کند و ترکیه نیز با وجود همراهی با ایران و روسیه در فرایند آستانه از حضور آمریکا علیه نفوذ ایران در سوریه ناخرسند نیست. در نتیجه بعید به نظر می‌رسد کشورهای زیادی از قدرت‌های متحد آمریکا حاضر باشند به حضور آمریکا در خاک سوریه اعتراض کنند. وحشت از شعله کشیدن دوباره آتش قیام و هشدارهای باندها به همدیگه در مطالب روزنامه‌های حکومتی دیده میشه که یک نمونه‌اش رو از روزنامه آرمان با همدیگه می‌بینیم. آرمان:
گفتگو کافی نیست. اکتفای دولت به این مهم که ما صدای اعتراضات جامعه را شنیدیم و قطعاً به آن پاسخ خواهیم داد به تنهایی کافی نیست. زیرا چنانچه معضل رکود و بیکاری در کشور ادامه پیدا کند و همچنان مردم با مشکلاتشان دست به گریبان باشند، چه بسا ممکن است پس از مدتی باز هم اعتراضات به صحنه خیابان‌ها کشیده شود، در آن صورت شاید نتوان مردم را با گفتار آرام کرد. باید گفتش که گفتار درمانی توی خود دعواهای باندی هم جواب نداره، چه برسه به گفتگو با مردم ایران که حرفشون رو زدن و اونم سرنگونی تمامیت این رژیم. اما بحران‌های اقتصادی اجتماعی و دعواهای باندی حول این مسائل خیلی از تیترهای روزنامه ششم اسفند رو به خودش اختصاص داده. همدلی باطلاق تولید. نماگرهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نقدینگی کشور از سال 86 تا شهریور 95 584% رشد داشته است. نصف جهان. افشاگری یکی از مدیران ارشد سابق شرکت هواپیمایی آسمان. هواپیمای تهران یاسوج 5 بار نقص فنی شدید داشته است. صدای اصلاحات. سفره هفت سین 15 میلیارد تومان. ابرار اقتصادی. پرونده سقوط هواپیمای ART روی میز کمیسیون اصل 90. قصور وزارتخانه های راه و رفاه محرز است. ابرار اقتصادی. مجلس پای استیضاح آخوندی ایستاده است. ابرار اقتصادی. عضو کمیسیون عمران مجلس. وزیر راه از مقصران سقوط ART. خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان گزارش خودمون از روزنامه حکومتی با تشکر از همراهی شما.